بوکر تو. بله، پیشا پیش، شبات شالوم، شبات شکالیم شالوم، شبات مبارخیم شالوم، شبات ارب روش خودش شالوم. دو برخواه سفر تورا پارشای کتیسا شکالیم رو میخونیم و سفر تورا اول پارشای ویکهل. ببینیم با این همه انتظاری که ما برای شبات داریم چه طعم و مزه ای رو میتونیم به شباتمون اضافه بکنیم، چون هر چقدر دورخیز بیشتر باشه پرش و شتاب بیشتره. هر چقدر انتظار شبات برای ما بیشتر باشه لذت شبات برای ما بیشتره. پس اگه میبینیم بعضی موقع از شبات اون لذتی که باید رو نمیبریم، شاید، نمیگم حتما، ولی شاید زیادم چشم انتظارش نبودیم، زیادم منتظرش نبودیم، اون حالت دلتنگی رو ازش نداشتیم. ساعت رو نگاه کنیم، شب شد، زور شد، عصر شد، شباتم دیگه نزدیکه، صبحم باید بریم کنیسا، شبم باید بریم عبدالا. دیگه گذشت شبات برام مثل گذشت روز معمولی شد. انقدر مشغول بودیم هنوز به کارهای هفته و حرفهای هفته، اصلا نفهمیدیم که شبات اومد و شبات رفت. تأثیرش رو نفهمیدیم چون باش وقت نذاشتیم، تماسی نداشتیم. یه گوشه برای خودش شبات داشت، کار خودشو میکرد، ما هم مشغول زندگیمون بودیم بدون اینکه رفت و آمدش و حضورش رو بخوایم توجه بکنیم. پس تا آدم برای کسی وقت نگذاره نمیتونه ازش استفاده یا بهره یا لذتی ببره. همینطور هم شبات، اگر ما برای شبات وقت نگذاریم، برای شبات انتظار نکشیم، زحمت نکشیم، لذت شبات رو برای خودمون روز به روز، هفته به هفته داریم کمتر میکنیم. پس باروخ هشم که هنوز چند ساعت مونده به شبات، میتونیم برنامه زحمتمون رو برای شبات، انتظارمون رو برای شبات، استقبالمون رو برای شبات رو تنظیم بکنیم که به خوبی کیف و لذتش هم ببریم و اون شبات واقعا اون لذت شبات رو بتونیم بهره ببریم. همه لذت های دنیا یه طرف، لذت شبات یه طرف دیگه. به حدی که بارها گفتیم حتی غذای شبات هم با غذای هفته فرق داره، همچین از نظر پزشکی. بله، غذای شبات شفا بخش، انرژی و ویتامین و کلسیومش با هفته فرق داره. کسی که واقعا شبات رو جوری مقدس برای خودش تجسم میکنه، شبات مکره براخا، چشمه براخاست، که هر چیزی که با شبات در تماس باشه اونم مقدسه، اونم متبارکه. همینطور هم حتی شبات، خواب شبات جوری به انسان التیام و آرامش میده که وسط هفته نمیده. پس بیاید از دقایق و ثانیه های شبات کمال استفاده رو بکنیم، نه فقط از روز شبات، از دقایق و ثانیه های شبات کمال استفاده رو بکنیم. و مطمئنن کسی که تا این حد خودش رو در آغوش شبات قرار بده، گرما و حرارت شبات میتونه براش چقدر مفید و موثر باشه. چه بسا شمیرت شبات، نگهداری شبات میتونه براش گره گشا باشه، رفع گزروت، که شادی ها به سرود تو ود براش به خوبی در هفته ادامه دار شروع بشه. و همین یک همکاری که
ما میتونیم با شبات داشته باشیم، همکاری شبات رو به خودمون جلب میکنیم. معمولا بعض موقع ما بالاخره یه دوستی یا آشنایی در بعضی از شهرها داریم، از قبل اطلاع میدیم ببین من یک دو روز بعد بیام تو اون شهر کار دارم، میخواستم اینم اگه بشه شب بیام خونه تو. طرف هم میگه چرا نبیا. خلاصه روز موت فرا میرسه، میریم میبینیم که یه پذیرایی ساده از ما به عمل اومد. البته خب ما هم برای کار دیگه رفته بودیم، ولی یه ذره بهمون بر میخوره. چرا؟ چون بابا همین این چند ماه پیش اومده بود شهر ما، اتفاقا گفت میخواد بیاد خونه ما، گفتیم چش حتما قدمت به چش. اومد، چقدر براش پذیرایی، چقدر تدارک، چقدر راحتی فراهم کردیم. راستش توقع نداشتم که این که اومده و دیده اینقدر من براش زحمت کشیدم، حالا که من ازش چیزی میخوام اینجوری برام خیلی ساده مختصر مفید یه سر راستش بهم برخورد. آیا به نظر شما شبات چه فکر رو میکنه؟ شبات که میاد خونه ما میگه راستش تعطیلات آخر هفته رو میخوام بیام پیش شما با هم باشیم. ما میگیم شور حتما بفرمایید. کجا؟ این آدرس ما، تشریف بیارید. ساعت چند شبات میشه؟ ساعت چند شبات وارد میشه؟ همگی یه چراغی روشن میکنیم. بالاخره میاد میبینه فقط یه جای خواب براش درست کردیم و یه جای خوراک دیگه، بقیهش حواسمون جای دیگه است. اصلا به شبات یه توجه احوال پرسی رفع خستگی چیزی اون مرا صاحب به نظر شما شباتش بر نمیخوره. میگه من این همه هفته اینها رو با براخایی از چهار روز، از چهارشنبه مونده سه روز مونده به شبات، من دارم اونها رو تهیه میبینم. سه روز بعد از شبات تا سه شنبه هنوز دارم تهیه میبینم. اینقدر هدیه برای خودشو، خانوادهشو، بچه‌هاشو پر از براخایی دست پر اومدم خونه شون، یه توجه نباید به من بکنم؟ پس قبول بکنیم که شبات گنجینه یه چشمه یه که بستگی به ما داره که آیا میخواییم لیوان لیوان از این چشمه آب بخوریم یا میخواییم سطل سطل از این چشمه آب بخوریم. از شبات چطور میخواییم کمال استفاده و بهره رو ببریم؟ لیوان به لیوان؟ حالتو بگذاریم. بعضی موقع هم طرف یه قاشق هم بخوره پیش خودش میگه خدا رو شکر یه قیدوشی گفتیم، یه کنیسایی رفتیم، روتورایی دیدیم، یه قاشقی از این چشمه خورد، دلش خوشه. میتونی تو سطل سطل از اینجا با استفاده بکنی، با کلاس، با لرنینگ، با مطالعه، با قدوسیت شبات، با پاکی، حتی با غذا خوردن، با برکت آمازون، با قیدوش، با شیرین و تشبهات، با زمیرات. میتونی 24 ساعت اصلا بشکه بشکه ازش بهره ببرید. پس به عزت هشم امید که از این هفته شبات شکالیم، شباتی که رشودش آدار شنی رو داریم با همدیگه اعلام میکنیم. به شاعت و مصلحت میشه نخمس آدار مرمین به سیمخا، یک سیمخای مجدد برامون پیش اومد که این سیمخا دیگه ما رو به نیسان، به معجزه گئولا و نجات دیگه ربط میده. با امید که بتونیم از تمام این محبت‌های الهی، لطف‌های الهی تحت عنوان شبات کمال استفاده رو بکنیم. تورتورای امروز رو وقت میکنیم ایرون اشمت یوسف بن شموئل سعیدیان زیخان لیبراخا و همچنین آیه شریفیان مردخای بن یهوشوع روح هشم تنیحنا بگنه ده و
و همچنین پدر بزرگ بنده آشر بن موشه و هاشم هنو بگنه ده. در ادامه بحثمون هستیم، بحث هلاخوت شبات که باروخ هاشم شبات دعوت ما رو پذیرفته قراره بیاد. حالا چی جلوش بذاریم؟ آیه شبات چه نوع غذایی دوست داره؟ چه نوع پذیرایی دوست داره؟ میخواد رو چه لحاف و دوشکی بخوابه؟ ببینیم با هلاخوت شبات چطور میتونیم از شبات کمال پذیرایی رو بکنیم، چرا که حیفه شباتی که این همه داره به ما کمک میکنه که بخوایم و هفته بهتری رو و روز بهتری رو داشته باشیم که قدوسیتمون رو به هاشم نشون بدیم، حیفه که از این هدایای شبات استفاده نکنیم. ببینیم چطور میتونیم دست پر شباتمون رو به خوبی ادامه بدیم. انگار یه نفر ما رو هک کرده، چون موقعی که میام برم روی چیز، روی اپی که معمولا میرم، میره روی وبسایت دیگه. آره، حالا بعدن روش کار میکنیم. اما کلن هلاخوت شبات ما میدونیم که قدوش اولین میسوای نیست که ما شبات رو با شروع میکنیم. قبالت شبات، قبول کردن شبات که ما شبات رو با اون شروع میکنیم. و میسواس لحسیف منکدش لحل، میسواس که آدم، من حل لکدش، میسواس که آدم از هفته به شبات اضافه بکنه. پس روشن کردن شمع شبات این برای خانم هاست که زودتر از این که غروب بشه، روز زودتر از این که تاریک بشه، شمع شبات رو روشن میکنن. اما آقایون چی؟ ما با لخادودی گفتن در تفیلا شبات رو قبول میکنیم، البته در حالتی که هنوز هوا روشنه. ولی اگر دیگه سانست شکیا شده و غروب شده و دیگه شب شده، صد البته که دیگه ما وارد شبات شدیم. و چه لخادودی بگیم، چه لخادودی نگیم، چه بوئی کلا بگیم، چه بوئی کلا نگیم، شبات رو ما شروع کردیم. اما گفتیم میسواس که آدم زودتر شبات رو شروع بکنه، که شبات رو اکسپند بکنه، شبات رو سعی کنه که کشش بده، بهتر و بزرگتر جلوه بده. چجوری؟ از شروعش از هفته کم کنیم، به شبات اضافه کنیم، و در پایانش از شبات اضافه بکنیم و از هفته کم بکنیم. پس در هنگام شروع شبات بره عجله به جاست که آدم زودتری شبات رو قبول بکنه، اما در پایان شبات عجله به جا نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه شبات رو نمیخوایم مانند یک باری زودتری از خودمون دور بکنیم، میخوایم شبات رو بر خودمون مانند یک گلی، یک زیبایی همچنان حمل بکنیم. و این چیزی که اولین میسوای شبات لحسید مححول الکدش، این که آدم از هفته به شبات اضافه بکنه. حالا دیگه هر کسی
بسته به برنامه خودش، اسکجول خودش، موقعیت خودش، که آیا از موقعی که دیگه به طور مثال مینها رو شروع میکنه، شبات رو قبول کرده، دیگه نمیخواد دست به تلفن یا دست به خودکار یا دست به سویچ ماشین بزنه، این که شخص ببینه که از چه موقعی میتونه زودتر از غروب شبات رو قبول بکنه و یکی از مصباهای شبات. مصباهای بعدی شبات اینی که ما به پیشواز شبات بریم و مصباهای پیشواز شبات با تفیلاست و با رفتاره. این که انسان یه آبی هم به دست و روش بزنه برای آمادگی شبات، داره به پیشواز شبات میره. اینکه لباسشو برای شبات عوض میکنه، داره به پیشواز شبات میره. دیگه چه برسه اگر حمام میره، چه برسه اگر اصلاح میکنه، اگر کفششو واکس میزنه. اینکه شخص برای شبات خودشو آماده میکنه جزء مصباح شباته. پس موقعی که ما جمعه میشه، میتونیم حتی از صبح جمعه خودمونو برای شبات آماده بکنیم. مصباح کبالت شبات، قبول کردن شبات رو شروع بکنیم که به پیشوازش بریم با آمادگی خودمون، با آمادگی منزلمون، با تهیه و حتی آشپزیمون. میتونیم مصباح قبالت شبات، پیشواز شبات، قبول شبات رو با هم دیگه انجام بدیم. اما مصباح سوم چیه؟ مصباح سوم ویخلو هشامای مارس، که ما سه بار ویخلو میگیم. ویخلو یک قسمتیه که ما هم تو عربیت شب شبات میخونیم در لحش، یک بار بعد از لحش با جماعت بلند میخونیم و یک بارم در هنگام قدوش میخونیم. یوم ششی و خول از شمایم و آرز. و حخامیم توضیح میدن در واقع این قسمتی از پاراشای برشیت در روز ششم آفرینش، که موقعی که خداوند بعد از 6 روز دنیا را آفرید، اومد اعلام کرد ویخلو هشامای وارد فخور سوام، که دیگه آفرینش تمام آسمان و زمین در این 6 روز پایان یافت. و این شهادتیه که ما داریم میدیم که بله، دنیا در 6 روز ساخته شد و در روز هفتم خداوند دست کشید و استراحت کرد. شاور و اینا فرش بندلی ما مصفا داریم که این رو شب شبات اعلام بکنیم در لحش، بعد از لحش و در هنگام قدوش. تا این حد شخص در انجام این میسلا باید کوشا باشه که اگر تفیلاش دیرتر از جماعت براخوا شد و جماعت دیگه این قسمت رو خوندن نمیتونه با جماعت بخونه، بر طبق عقیده تنهایی نمیتونه بخونه. چرا؟ چون مینیمم شاهد دوتاست. معمولا میرن یه نفر دیگه هم پیدا میکنن و با اون ویخلو هشامعیم رو میخونن که اعلام بکنن به عنوان شهادت که خداوند دنیا را در 6 روز آفرید، نه در 7 روز. پس نگهداری شبات داره یک تاییدی به آفرینش دنیا در 6 روز میده،
که ما قبول داریم که دنیا آفرینش 6 روزه داشته نه 7 روزه. پس خداوند رو ما میایم قادر مطلق اعلام میکنیم که در 6 روز دنیا رو آفرید. اما موقعی که شخص این رو در نظر نمیگیره و فکر میکنه شبات هم جزء هفته است، مثل این که حسب شالوم داره میگه خداوند دنیا رو در 7 روز آفرید، هنوز شبات هم جزء 6 روز ادامه آفرینشه، در حالی که شبات فرق داره. معمولا موقعی که یک منزلی رو میسازن، بالاخره آپارتمان از در ورودی شروع میشه، اتاق نشیمن، اتاق غذا خوردی، آشپزخونه، دستشویی، حمام، تا اینکه میرسه به اتاق خواب. مهمانی که وارد خونه میشه، آیا به نظر شما به کدوم از این قسمت ها اجازه ورود داره؟ دستشویی؟ صد البته. حمام؟ بله. نهارخوری؟ چرا نه. اتاق نشیمن؟ بفرمایید. آشپزخونه؟ خواهش میکنم. میتونم بیام اتاق خوابتون؟ میبخشید شما؟ همینطورم خداوند داره میگه من در شبات دارم استراحت میکنم. برایش در پاراشا این هفته پاراشا ویکل میگه ششت یامیم یا آسه ملخا، در 6 روز کار انجام میشه. خداوند این قانون طبیعت رو قرار داده که هم قانون قدرت طبیعی در دنیا وجود داشته باشه و هم قدرت روحانی. میگه برای 6 روز قدرت طبیعی بله اجازه داره، اما دیگه روز شبات که میشه لمعلا منته و مافوق طبیعت شبات، جزء طبیعت نیست، از قدرت روحانی باید استفاده بکنی برای ساختن و آفرینش، برای پیشرفت، نه از قدرت طبیعی. پس مرز هفته با شبات در واقع مرز پاکی و ناپاکیه، مرز طبیعت و قدوسیت. بله شما همه اتاقای آپارتمان رو میتونی بری، اما اتاق خواب رو نمیتونی بری. یک خصوصیت و یک پرایوسی خود شده. به همین دلیل ما ویخلو هشامعیم رو اعلام میکنیم که بله خداوند دنیا رو در 6 روز آفرید، نه در 7 روز. پس روز هفتم جزء روز هفته نیست. چیزی که هارولی زلبن داوید میگفتن، اگر نگاه بکنیم توی تورا روز اول که آفریده شد در پایان میگه ویهی اره ویهی بوکر یوم خاد، شب بود، روز بود، روز اول اعلام شد. روز دوم ویهی اره ویهی بوکر یوم شنی، حتی روز ششم هم ویهی اره ویهی بوکر یوم هشیشی. اما موقعی که شبات میشه اصلا جزوه 6 روز نیست. نمیگه شب شد، روز شد و اینک روز هفتم، جزوه آفرینش نیست. آفرینش فقط 6 روزه که خداوند تعیین کرد بله روز اول، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، روز پنجم، روز ششم. به همین دلیل موقعی که ما داریم وارد شبات میشیم، یک لطف الهیه که خداوند داره به ما میکنه، میگه میتونید در اتاق خواب من، در اتاق مخصوص من، در اتاق پرایوت و شخصی من وارد بشی. همچین زخوتی رو داره خداوند به ما میده. اون موقع اگه ما وسط اتاق
بخوایم غذا بخوریم، بخوایم میبخشید، اتاق نشیمن جای دیگه است. اومدی تو اتاق پادشاه، تو اتاق خداوند، اتاق شخصیش. شبات کاملا با هفته فرق داره. بنده کسی که واقعا بتونه این خصوصیت شبات رو، قدرت شبات رو، قدوسیت و براخایی شبات رو حس بکنه که امروز یک روز کاملا جداست، نه به هفته قبل ربط داره نه به هفته بعد، اون موقع است که میبینه که تا چه حد هفته و روزش هم با ایمان به خداوند بهتر پیش میره، چون انقدر ارتباطش با خداوند قوی شد در روز شبات. پس مصفای سومی که ما داریم در روز شبات، ویخول و اشکامایم و آرز که اخامیم این رو جز به زاخور اتوه مشبات میدونن، که اول روی یاین بود، بعد در تفیلا بود و بعد هر دو بود. و این چیزیه که همیشه ما میخونیم که در واقع اون قدرتی که ما به شبات میدیم هزاران بار برابر بیشترش رو از شبات پس میگیریم. اون احترامی که برای شبات قائل میشیم هزاران برابر همون احترام رو از شبات پس میگیریم. اون زحمتی که برای شبات میکشیم، اون تحمل، اون تسلیم، خدمتی که به شبات میکنیم هزاران بار برابر از شبات پس میگیریم. اینقدر شبات خوش حسابه و سخاوتمنده، نظر بلنده، که هی زحمت هیچ کسی رو دست کم نمیگیره و بی جواب نمیگذاره، و مخصوصا اگر بتونیم به عزت هشم شبات هامون رو با صلح، با آرامش از خدا بخواییم که این قدرت رو با اون بده، با قدوسیت برگزار بکنیم، و همونطور که ما برای یک پرناسای خوب، رزق و روزی خوب به خداوند تفیلا میخونیم، بگیم خدایا کمکم کن شباتاتم رو بتونم به خوبی نگه دارم، با قدوسیت، با پاکی، با هلاخا، با میسود، با صلح، با شالوم، با آرامش. و اگه کسی واقعا دست به دامن هشم بشه، همونطور که برای پرناسا دست به دامن هشم میشه، چقدر جوابش میده. یک داستان کوتاه خوندم از رباب بیدرمن تعریف کرد که با دو نفر میشه، یکی از ربانیم و این دو نفر میرن براخایی بگیرن، یک کدومشون میره براخایی بگیره برای پرناسا، اون یکی میره براخایی بگیره برای خدا ترسی. خلاصه این دوتا بعد از اینکه براخایی میگیرن، از اسم اون راو ربه اوری بوده انگار، موقعی که میان سوار تاکسی میشن برمیگردن، وسط راه اون شخصی که برای خدا ترسی براخایی میخواست پیاده میشه و پولو میده به دومی، میگه این سهمیه من، موقع که پیاده شدی دیگه با سهمیه خودت بهش بده. موقعی که دومی میاد پیاده بشه، بگیم مثلا 100 دلاری داشته، به تاکسی رونه میگه این 100 دلاری بقیشو من پس بده، میگه من ازش چنج ندارم، پول خورده. میگه پس این قوایس من برم نمین سوپرمارکت بقالی اینجا چنج داره. میره طرف میگه آقا تا چیزی نخری من چنج نمیدم. اینم لوتو بوده اونجا میفروختن، یه لوتو میخره که بقیهشو چنج بگیره، همون لوتوه میبره. دوتایشون بر میگردن پیش ربه. اون طرف خدا ترسه که میخواد، خدا ترسی که میخواسته به این میگه ربه، براخایی که به این دادی برای پرناسا و رزق و روزی زودی گیرا شد، برای من چی؟ من ازت براخایی خواستم برای خدا ترسی.
گفت اگر تو هم مثل اون انقدر برات مثل جوری که پول و پرناسا ارزش داره خدا ترسی برات ارزش داشت، تو هم به همون زودی نائل می شدی. همونطور که ما برای پرناسا، سلامتی، ازدواج تفلا بخونیم، همینطورم برای شبات تفلا بخونیم. خدایا کمکم کن که بتونم شبات های تو رو به نحو احسن با تمام حلا خود اونجوری که هست انجام بدم. باروخ هشم لعولم، امه مامن، امید که به زرچه به اون درجه برسیم.